رکورد رو زدیم سلام سلام سلام, احوال شما خوبید خوشید خدا رو شکر همه چی آرومه من به ایجی فرو کنم پایین این تاریه ما رو از بین نبردن نه ما هنوز تاریم پشت گوش انداخت فقط آورد پایین سر رو تار نیستی خوبه من چشاتون احساس میکنم روبه زعفه بابا شما رو خوب میبینیم ما خودمون خودمون رو تار میبینیم حالا اگه واقعیت رو بخوای بدونی نه باور کن نا. به جون ایما حالا بیننده چه خبر؟ خوبی خوشید سلامت این بد نیستیم هفته چطور تو بوده؟ چیکارو کردین؟ هفته بد نبود اون کاره همیشه گی پنج پنشنب شب رو دیدیم؟ نه من بیرون بودم تو تو شما من... ها اصلا نه... فکر فقط بالا سر ساختمون ما داشته می اومده ببین نه یه نه. جوری بارون می من خواب بیدار شدم از شدت صدا شب چه ساعتی؟ اصلا یازده آره دقیقا ببین آما بارون آما میزد خواهی. به شیشه اصلا در حد تی... اصلا من تا به حال همچین بارونی نایده بودم بعد دو تا رد و برق عجیب هم زد خیلی ترسان من رد و برق دوست دارم ما اون موقع بیرون بودیم ره. دقیقا نزدیک خونه که شدم ماشنم شسته بودیم او. این خیلی تو ماشن شسته بودیم نه بارون قبلی باشون شد نه شیپ شسته بود نه مهم نیست کی شده بود خب پس چرا پرسیدی گفت نه متوجه نشدم گفت ماشین شسته بودی فکرم ایمان رو داره اشاره میکنه ولی بعد بارونه بود که بابا دستنب فرستدی اون دیروز بود اون پنشم رو برف بکن جواب نمیداد واقعا اصلا خیلی عجیب بود بارونی که میومد من تا حالا نیده بودم چون بارونی خیلی اصلا میگم به شیشه ها که میزد واقعا ترسناک بود صداش صدا بارون شیشه من ترسیدم خیلی ترسناک ها 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 جدی ولی با این باز به توی جوکر از همهشون باوازه تره باید بدونم نه 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 اصن میدونی یه حفی زدی اصلا چیز نبود یعنی چرا من با مال تعریف برداشت نکرد نه, نه ده ده تعریف نکرد یعنی <applause> 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 اصلا نیازی هم نبود اینو بگی بار اینقدر پایینی که شما بری اونجا اصلا نمیخواست <applause> اصلا اصل تعریف کنم اصلا رو داری اصلا. چرا من اتباقا پنشمه گفتی من پنشمه رفتم امید رو دیدم امید امید چیزه سگمنت همیشگیه آره بعد بیرون بودیم هوا اولش خوب بود هی به سمت شب که میرفت این شروع کرد سرتر شدن بعد دیگه من رسیدم خونه یه های بارش عجیبی شکل گره من فکر کنم اونو داری میگی بعد گفتی یازده شب اون چه ساعتی بود؟ من برگشتم بود آه. نه چون شروع شد دیگه اولش آفتابی بود پنجشنبه یعنی با هوای خوب شروع شد با اصلا اذیت داره میکنه منو واقعا من پنجشنبه صبح بیدار شدم انگار زمستون بود دیگه تاریک بارون یعنی من دوست دارم که مثلا اگه هوا سرده اوکی مشکل نداره وسط تابستون برف بیاد ولی برای کل روز برف بیاد دیگه میدونی یعنی اینطوری نباشه که اول برف بیاد بعد با کاپشن بری بیرون بعد شروع کنی به له له زدن از گرما الان میدونی وقت چیه من که میدونم ولی فکر می بگم ولی <تصح> نمیتونی اره وقت خاستگاریه از کلا از... همه برن خواستگاری چرا چون راجب هوا و هوا تو خواستگاری خیلی بذارید حرفا بزنم <تصفح> <تصفح> خیلی به کمک افراد میاد این بحث هوا دیدم میاد <تصفح> شما خوب <حجور> تجربه <تصفح> <تصفح> آره، هوا ده ده این آره وقتی که بحث... ملد هم جا همه چی آکواردن ملت راجب هوا صحبت اینجا همینه همه جا بحث هوا هم تا یه جای دیگه میتونه بره بعدیه. دیگه بعد بزیاد بزیاد خواستگاری بقیه شو چی میگن بعد دیگه زنه رو میگیرن یعنی تو اول هوا شروع بعد یهو خب مبارکه شروع میشه ولی هوا خیلی به سوز پدر تجربه کمک من بعد من چون خودمم میدونید دیگه هی به این چیزا فکر میکنم و تو ذهنم سناریو میفرورونم و میخندم و اینا بعد سر خواستگاری خودم که اتفاق افتاد من خنده گرفت بحث آب و هوا که شد <applause> یعنی تو از ده سال پیش روی موضوع حساس بودی یعنی واقعا چی بحث آب و هوا شو شو داره اون واقعا چیز بود خیلی گرد و خاک بود و آب اسوان <تصفح> هم قد شده بود آب زنده رود یعنی پدر شما با این همه سر و زبون واقعا در هوا صحبت کرد نه پدرم نبودن دیگه حالا قضیه خواستگاری رو توی خودکست پلاس میگیم توی اونلی فنز خودکست گفتن با پاهامون اجرا میکنیم یه رنج یه تیفه دیگه اپیزود پای شما رو دیدم که کومان درست خوشتون اومد اجازه بدین یه براتون شخصی پلی کنم آره من ورژن اصلی شو دوست دارم ببینم اونجا سانسور شده بود ایمان خیلی سوسیس خوب تشخیص داد آره خیلی سری خیلی کمی حاضر من نمیدونم اونجا چرا کوروش چیز دیگه ای رو گچه تشخیص نمیداد خیلی من هم شدم یعنی من تنها چیزی که نه نمیخواسته بگه نه ذهنش ایمانش میخنده حتی بعدش هم نرفت ذهنش نمیرفت من فهمیدم ذهنش نمیرفت ولی اون فقط یه چیز میتونه باشه اصلا من گچه دیدم خواستم اصلا اون گچه از یه چیز دیگه ساخته بود آره من اول فکر کردم چیز دیگه است من فکر کردم اول ولی گچه اصلیه حد زدنم خوب بود ولی مثلا نمیدونم من دوست نداشتم که حد واقعیت یعنی من دوست یه چیز دیگه بگه یه چیزی میگفت این هم میدونی چقدر من فکر رو گذاشته بودم پشت خرید اون گچ حتی شیارهاش پستی بلندی هاش نکه تیزه دا داریم چی میگیم وسط اپیزود <تصفح> اول اپیزود میگیم داریم چی میگیم چی ببنید. جوری داره شروع میشه بعد اپیزود مثلا فاخر کارون مصنون اپیزود شیر و برام تا آره کامنت اومده بود همه اپیزود عزیزان هموطن هم به تولید محتوای فاخر مشغولن قبل بعد اپیزود قبلیمون چی شو نفهمیدم خیلی محتوای فاخری ما تولید کردیم هفته پیش به کمک دوست عزیزمون آقای فرها ببین حالا من زیاد مخالف محتوا اینطوری هم نیستم دیگه از یه از یه فان دیگه یعنی خیلی هم اومدن که مثلا فان رو داشته باشن ولی من که اصلا نیستم از روز یک گفتم ما اتفاقا توی پادکست باید صحبت کنیم این هفته میخوایم در مورد کتگوری <applause> <تصحب> خوبه نه بعد هم فراجان یه کتگوری هست که دارن بودی. از نزدیک <تصح> 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 نه اصلا نگاه کنیم <تصح> <تصح> باشت از نرم میکنن این چند روزه این بند خدا تو جوکره نگاه اینا دستشون بس بس خرمز شده بله ما دستان بازه اونا میبین اصلا آخه نمیشه تو وقتی با این چیز شوخی نکنی بیمزه ای درسته باید یه ادا در بیارید شما شما چی گفتین امرا... پاتون گشتونی ما رو گفتین ما داریم رسانه رو جلو میبریم رسانه رو از این جلو ببریم ما یه سری دیالوگا داریم قبل شروع برنامه که اگه اونا پخشه خب زندان داره یعنی اونا که پخشه که اونا اون مثلا نظرات فرهاد همیشه زندان داره نه خیلیش کمدیه نظرت ما بالاخره یه سری طرفدار خودش رو داره که بیشتر هم مصنهای های مثلا قدیمیه بله ولی ببخش ما نمیتونیم اونارو اینجا مطرح کنیم آره. این ولی اینا این گفتین همه از, از این اینطوری نشه که برداشت نشه که ما فانی نیستیم آره. ما, ما هستیم ولی نمیتونیم رو کنیم اینجوری که دلمو میخواد نمیتونیم آره اگه حالا یه بار خود که از حضوری شد بهتون میگم اون نوقه به همه تون نشون میدیم فکر کنم از خاصیت یعنی دور صبحونه این حرفا میشه نه من هر من با خانوادم هر موقع صبحونه خوردم هیچ وقت این حرفا زده نشده نه نه صبحونه خودکستی در وقت خوردیم تاپ بوده دیگه نه اون ناهار هم خوردیم همین بوده کلا کلا همیشه آره یعنی ما بیشتر از یه رو دور و هم باشیم وقتی که می‌خواستیم بریم وقتی که نمی‌خواستیم بریم همیشه بحث همین بوده دیگه بله وقتی مثلا بچه زود باید برن زود باید برن آخه بعضی موقعم زود میان که زود برن دیگه فرادینه معمولا زود, دیده. زود زود, آره. زود رفتن هایشون ندیده رفت آره. کن <تصفح> <تصفح> بس بس این آن. سر خب اپیزود همش رمزی بود نه <تصفح> خب بذار من یکس بگم بالاخره داشتم این جوکر رو همش رو دیدم بعد اون حرفی که ایمان میزد میگفت مسخره میکنه من من فهمیدم چرا میگفتی تا اون موقع من ندیده بودم کسی چیز کنه اینو تو هر سیزنش یه دور این کار مسخره رو انجام میدادن بعد نه با مزه است نه خنده داره بخش ناراحت کنند دارم چی صحبت میکنم این که میگن ادای آسیای شرقی رو آره. در میارن و اینا نه با ما نه خنده داره و از همه بدتر این که نشون میده حالا اینا مثلا هنرمند و نمیدونم فاخرن اینا کسایی که بیشتر باید در واقع جامعه شناسی انسان شناسی بلد باشن و اینا نشون میده چقدر ناآگاهن که بابا این اصلا تنز نیست به خارجی ها هم اینجا ادا در میارن توی استنداپ کمدی مثلا لحجه هندی ها رو مسخر میکنن لحچه چینی ها رو مسخر میکنن ولی همچنان انگلیسی صحبت میکنن علکی صوت جنریت نمیکنه به عنوان بامزه بودن این اصلا یه کتگوری کاملا جداست بعد جاهای دیگر میکنن اون یه برنامه رو تو،, تو هر فصلش اینجوری آها. میگه صحبت کنی شبا. نه یه،, یه سری خودجوش میکنن یه بار آقای سیامکنساری گفت بکنید م. خیلی بده که انقدر اینا ناگاهن ای ای حسست میکن. آن کافته بدی هم میده داری میبینید این شب, شب نه احتمالا ما اینو ماها دیدید که همیشه استاد اینیم که بهمون پر بخوره ایرانیا فرض کن کار مشابه توی یه برنامه خارجی انجام بشه در می آوردیم اینجا باید کشی جامع جهانی شد <applause> این یارو مربی انگلیس سرمربی انگلیس ساوتگیت گفت مثلا من ایران رو نمیشناسم بازی هم ندیدن اینجا بهشون برخورده بود که وای. چجوری مثلا چه دیار آره بعد فرض کن مثلا اونا برن ادای فارسی حرف زدن ما رو اونجوری در بیارن جر میدید دنیا رو آره. حالا خودتون توی صدا سداس... ما که نیست ولی این برنامه های معروف از قست... خانگی. اصلا آقا خنددار نیست بامزه نیست نشون میده چقدر شما لوده اید نکنید این کار بده بذارید ایران قفوریان جوکش رو کامل بگه بذارید در افتاد آفتاب صحبت کنه امیر قفورمندش اون زانوش رو بندازه بیرون آره اون کار فاخر رو انجام اونا تنزه استنداپ قفوریان تنزه اونو سانسور میکنید این دریوری ها رو با افتخار پخش میکنید آدم آره حالش هم... به همه سوشو ما کارون رو ریختید به ما ریختیم به هم اصلا میریم سر اپیزود سلام میج خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن سلام 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 کن سلام بی تربیت امروز اپیزود 323 ما آره برگشتیم با دو آره با برگشتیم با یه اپیزود دیگه جونم براتون میگم که اگر که دارین صدای ما رو میشنوین حتما برین پری اپیزودمون رو تو یوتیوب ببینید چون حرفای عجیبی گفته شد رمزی صحبت کردیم خیلی با کورو قاطی کردن بشنوید آره کلا من اشت. بهتون میشام میگم بیش بیشتر ببینید اپیزود ها رو چون دیگه از الان فقط جلوه ویژه داره ام... کسایی هم که نمیشناسن اولین کسی که سلام کرد سمت راست کورون و بعدش فراد و بعدم فرزاد منم که ایمانم ام... چه خبر خوبید خوشید سلامتی بله خوبیم اشغال یافه شد شروع شده من بسیار خوشحالم الان کیا دارم میرم بارا کیا پایینن همه زوده بازی دو و سه آه. آه این روزی که ما داریم زبط میکنیم بازی حساس چیا داریم؟ اه. هر روزه یا فقط میکنم هر روز, هر روز. NBA کلن لیگای آمریکایی این بدبخت ها 82 دو دو تا بازی توی سیزن عادیشون میکنه بدبخت ها واسه اینکه ببینید چقدر وحشتناکه مثلا فوتبال لیگ ایران چون 16 تا تیمه هر تیم 30 تا بازی میکنه کل فصل اینا 82 تا فقط سیزن عادی رو بازی میکنن پلی آف ها جدا هر و... روز بازی میکنن حالا تیم یک... یه روز میونه ولی هر روز بازی هست و فشار وحشتناک بسکتبال که... فو... هم به مراتب از زمان از چیز فوتبال من بله من هرچی زمین تر باشه فشار بدنی بیشتری میاد تعداد چیزها رو ببین تعداد تعویزها رو که میبینی قشن مشخصه دیگه یعنی جیمی عزیز اشالله که خوش به درخشو بالر چه خوبه هره. جیمی عزیز مثلا من احساس مثلا فرهاد چون میدونید نسخ ورزشه تمام ورزش رو دنبال می‌کنیم، ما من همیشه آپدیت نگرش می با آقای جیمی بالر بالر این بازیکن مایمی فاخر مایمی تا خبر تو چی فراد؟ کردی؟ چیکار میکنی؟ تو که ورزش که نگاه نمیکنی سیزن از سواری هم که نیست چرا الان سیزن از سواری اتفاقا اتفاق جال جالب با... میشینید فکر کنم واسه کسی که چیزه داره دیگه ام. نمیشه من جا اذیت هفته پیش بود دو هفته پیش بود یا فرزاد به من تکست که دیدی فلانی اومده ونکوور بعد این فلانی مر... مربی سوارکاری من فرزاد بود <applause> <applause> اولین نفری که اصلا کلا ببین اطلس رو میشناخت ایشون بله ایشون اطلس رو برام خیلی داد بدار اطلس, اطلس نه 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 ایشون نه. مربی بودن ایشون. بدار آه. اطلس فقط. هم ولی میشناخت بدار یعنی نه چی نه. یعنی بدار شو... میدارنشون نگهدار جالب این واژه کاملا اسپانیه تو گفته بودی تو گفته بودی تو کانتکست بودی بعد ایشون مربی مربی ما بودن بله. و خب من شخصا خیلی ارادت خاصی بهشون دارم و خیلی دوستشون دارم بعد ایشون ما یه ها دیدیم ونکوورن بله. اومدن واسه یه سری مسابقات آمریکای شمالی شرکت کنن؟ بله خودشون اصف بردن شرکت بکنن بابا. آره خیل، من خیلی حال کردم حالا تصمیم داریم که تو این چه هفته که اینجا حتما بریم ببینیم شونو رو داشته باشیم بعد سالها خیلی, خیلی جالب بود یعنی یه یهو گفتید فصل آقا هستن بله بله آقای آرش رحمتی به به کف مرتبه بزنید به افتخار <تصفح> <تصفح> آقای داره از بردن من ایرلاین امارات دیدم که این کارو میکنن اسبا رو میبرن توی سری باکس های خاصی, خاصی و مثلا خیلی شی اسپو تو <تصفح> تو هم میارن خیلی با حال پروسش با حاله زید. که زید. احساس زیاد, زیاد اسبه با حال نباشه میدونی اون اسبه باشه بری تو با حیوانات زیاد مناسب نیست باستشون ولی انقدر حالا علم پیشرفت کرده و سعی کردن تحقیقات تو این زمینه بکنن که <تصفح> تا جایی که شده اون عواملی که رو سلامت هم روحی هم جسمی اسب تاثیر میذاره رو کم کرده. اصلاً بیرون هم یعنی عجیبه. میشن اسبا. آره. آره. میدن بهش که قرص می نشه شبا بیدار می تو سر خوش وای چرا خان هی لگد تو دیوار می زنه فردا می سر کاری قرون دنگ می خواد ما رو بدو ما رو بپرونه این مانه رو بعد بپریم و اینا ولی دنیا با ما نس یعنی واقعا شبا این مبانه رو دونه دونه باید بپرم و مسیر رو تهی کنم عجیبه بله اسبای تو هواپیما میان این هول هم رو سر واقعا آره. میذارن آره. چششون میبرن یه کمی ق... نه اینجوری آها از آه او آه از اول اولش که میان آشام میکنن ایشون تو هواپیما آشو دیتیل تو هواپیما رو زیاد نمیدونن بگو فکر کنم مثلا 20 ساعت اینو سر پا نگه میدارن نه میتونن خب بشیننم تو اون باکسی که دارن ها بزرگه میشین آره 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 بنده خدا که اصلا با ماشین این اینور اونور که نه نه اصلا محیط باز نه ماشینش موقتیه که همه ببینن که چه جوریه خیلی راحت هیوانا آها تو داری اوکی آره او آو دار ببینیم که چه جوری با می گفت دسمال گرم میاد من دفعه اولی که داشتم <صح> رفتم دبی باز با همین ایرلاین امارات بود بعد خب من نمیدونستم واقعا همین چیزی هم نیده بودم که دسمال گرم میارن نه نه آوردن خب ما استثنایی هم خیلی هم حال داد البته واسه صورت نبود شما بگو من گوش می‌کنم برای صورت نبود باید دستتو تمیز می‌کردی اون دستمال چرا صورت نبود کجا می‌دونی دست دستتو تمیز می‌کردی واسه قبل غذا بود یه چیزی یه دستمال گرم برای صورت نیست من تو صورت می‌زدی نیست برای صورت همه اشتباهی حالا هوله ها رو دستمال رو هوله میارن بابا میذارن ملت آره هوله ای بود بعد حالا این گذشت ما تمیز کردیم و اینا یه سینی دیگه اووردن خدمه خدم و حشم که باز تو این حله بود بعد نگو که این اومده بود اونایی که ما کسیف کردیم ما بگیریم با دو کسیف رو برداشتیم باز دو باره دو تو برداشتن من هم این چون خیلی هم حال داده بود آره یعنی گفتی پس این جربه اولو گرفته حالا این رو که ترتیب کنه این چیزه دادن توی طبیعت فرزاد نیست فقط میگیره ولی خوبه یه سگمنت برای سوتی های سفرهای خارجی هم بکنم جواب باشه سفرهای سفر خارجی من دفعه بکنم چند خوش داشت من میومدم کدوم سفر بود توی چیز تو آلمان با یه سری از هموطنان سوار میشنیم که بیایم کانادا بعد یه دو تا خانوم بودن که خب محسن بودن بعد جلوی من بودن مثلا شاید مثلا هفت نفر جلوی من بودن اینا توی صفی که داشتیم میرفتیم سوار میشد بعد اینا جلوی بودن این رفتن من رسیدم به اینا دیدم که اینا توی بیزنس نشستن و مهمانداره داره سعی میکنه با اینا صحبت کنه ایو. بعد این خانم یکی از این خانم ایرانی ها یکی میگفت جوابشو نده این خودش بیخیال میشه میذاره همینجا بشینیم اینا کمر میشکنه اینجا من پشمام ریخته بود یعنی گفتش که بگو انگلیسی بلد نیستی خوش بیخیال میشه میذاره همینجا بشینیم این خانم بودن صندلی بیزینس رو برای خود بکنه چه بک راجع به این قضیه بگم چرا اینا به اینجا رسیده بودن بگو قبل پرواز مثلا یه هفته قبل یکی تو مهمونی تو مهمونی اینا گفته آره مثلا مثلا پسر من که رفت اونو به حماقت زدیم و این کارو کرد شما بکنی یا بگو اصلا یه کلمه فارسی بعد اصلا خیلی عجیب بود بعد خیلی نزدیک بود صندلی من به اینا داده آره مثلا بیزنس سام شده و مثلا من هفت تا ردیف فقط تر بودم جلوهای مثلا اکونومی بودم من می دیدم. که اینا داشتن مقاومت میکردن یعنی اینا تا یه جای خوبی هم مقاومت کردن دو نفر هم رفتن باشون با سوات کردن مقاومت کردن دیگه نفر سوم سرمون سیبیل یه آره سیبیل یه بود رفت دیگه بلندشون کرد و با زور یعنی فکر کنم دیگه آره یعنی بازم همون تایم رو استفاده کردم آره بزنس. آره مدت زمانی <تصفح> که این خانم تو بیزنس بوده من خیلی بیشتره خدا من چه روخی گرفته هر کی رد می‌شده اینجوری می‌کرد آره خیلی از بعد حالا نمیدونم واقعا فکر کن فکر کن تو بیای و جای تو باشه من این خانوم نشسته باشه پیاده نه خیلی بده نه، نه خیلی بده بعضی موقع اتفاقای عجیبی میفته تو آپ یعنی یه نیاز به یه چیز داره واقعا فرهنگ سازی داره هاپ ما سوار شدن بعضی موقع نیست مثلا یه یه <applause> <applause> خانومی تصمیم گرفتن که من داشتم میرفتم استرالیا و خانومی که بغل بودن خیلی از امکانات خیلی خوبی برخوردار بودن و از نشون دادن امکانات اصلا حراسی نداشت. نداشتن, نداشتن. نداشت. من تا جایی حتی فکر کردم که ایشون مثلا شغلشون هست <applause> نشون دادن امکانات وسط هاپمو تصمیم گرفتن که لاکشون رو پاک کنن و لاک جدید بزنن تو ببین اون بویی اوه. که من دوست دارم اون بورو تا حدی نه اینکه مثلا بعد از هفت ساعت پرواز هشت ساعت دیگه هم تو راهی احساس میکنم یه ذره اذیت کننده است و خب منم دیدی مثلا اگه یکی دیگه بود مثلا هی میخواستی بهش چشخورنه بری دیگه ولی هم خواستم چشخورنه برم بعد نمیشد یعنی بگاه که میکردم میگفتم ای بابا نیوانده اشکال نداره یعنی میخواستم اصلاحی بشم ولی خب قد نمیداد چشخورنه هست دیگه قره قره؟ نیست؟ چش قره حالا تو میتونی بگی یعنی ما ساپورت اینو من واقعا میخواستم قرنه برم گوجه سبز میگن آلوچه آلوچه آره هم آلوچه چی میگی آلو به آلو چی میگی؟ چه؟ <تصفيق> <تصفيق> چه <چی> میگی؟ <applause> این چرخه ادامه داره تو شیرازم هم دیگه به سیب زمینی میگن آلو, آلو. آلو. بعد, بعد به آلو, آلو میگن آلو بخارا ولی مثلا ما خورده نمیگیریم تا اینو میگن نمیفهمیم با مش الان چش قرنه رو شما اشاره کرد نه من با مهربانی گفتم با مهربانی و نه بگید اگه اشتباه هم. کسی میگه بگید مثلا اگه ایشون به گوجه ساز میگه آلوچه محکم بزنید تو دهنش آخه اتمسفری دیگه آدم به خودش هم شک میکنه آه. من فکر کردم ما اشتباه میگفتیم آره اینجا اصلا فضای امنی نیست خودکس هر لحظه ممکنه که دیس بشی آره. میگم بریم سر اپیزود کارون بعد برمیگردیم پنج شنبه در مورد هفته منتو صحبت بکنیم بفهمیم چی داری برامون؟ جالب حالا هفته پیش ما بعد مدت های اپیزودی رفتیم که درد مشترکتور بود بعد هر بار از این مدل اپیزود میریم که به مسائل حالا درونی خود آدم ها ربط داره در واقع رابطه خودشون با خودشون و مسائلی که تو فکرشون خیلی همزاد پنداری میشه قشنگ حس میکنه که درد مشترکه همه راجع بهش صحبت میکنن و همه درگیر این موضوعیم و یه،, خوبی که این قضیه داره اصلا فرض کنید که ما این صحبت دارم که میکنیم هیچ چیزی هم حل نشه هیچ چیزی هم تغییر نکنه یه خوبی که داره اینه که آدم ها متوجه میشن که اینا فقط مشکلات اونها نیست در واقع این دغدغه درق ها رو همه دارن و این خیلی کمک کننده است خیلی کمک کننده است بخاطر ما اگه همیشه به این فکر کنیم که نه کل دنیا پرفکت و فقط ما ایم که اینجا داغونیم این خیلی حس بدی میده اصلا باعث میشه که خلاقیت از شما گرفته بشه خلاقیت که گرفته بشه زندگی کلا لذت بخش نیست ولی وقتی میبینیم خب همه هر کسی توی هر جایگاهی که باشه این مشکل رو داره در واقع تست خوبی میده دیگه یعنی اون <applause> آقای جف بیز هم که با اون موشک به اون شکل پا میشه می فضا این دلیل داره این یه مشکلاتی توی گذشته داشته که یه همچون کاری رو انجام داده وقتی میبینیم دیگه همه آدما هر جایگاهی که دارن اینجوری تست مناسبی میده بعد در واقع در گفتگو هم باز میکنه یعنی ما هفته پیش من از تک تکتون سوال کردم که چه همه نظرات خودمون رو داشتیم و این به نظر من خیلی مثبت و جالبه بعد خلاصه تصمیم گرفتم که هفته پیش که راجع به مورفاتی صحبت کردیم این هفته یه اپیزود چرا یه هو <تص> گفت من معلم راهنمایی یه جمله گفتم نه این هم کرم داره من میدونم من تو رو میشتستم بعد از چند سال دوستی؟ اصلا یک سال اگه مهم احن... بود یادت میمونه 23 دو سال دوستی سا دو سا. فکر کنم یا 22 یا 23 سال می از من میدونم این آمور فاتی شما اصلا یه جور دیگه میگفت امروز قشنگ مثل فاتی گفت خب بگو این هفته براتون هوشنگ آوردم اپیزود دوم هوشنگ هوشنگ هوشنگو داشتیم آره که یادشون نیست ما یه اپیزود راجع به هوشنگ رفتیم که یه عزیزی بودن که ایشون عاشق کشتی آزاد بودن زیرگیر بودن کلا بعد هر روزم یه طولایی ده. توی کووید اینو رفتیم یعنی که کووید هست ولی از دور از دور بود احساس میکنم الان شاید باورتون نشه ولی علی اصغر الان میذاره الان توی آره کامنت ها میذاره درست چیز فکر کنم تداوم و پرسیستنسی همچین چیزی بود اسمش آره یه کشتیگیر آزادی بودن که خیلی آزاد دوست داشتن زیرگیر بودن ولی شرایط مجبورشون میکنه که به کشتی فرنگی رو بیارن و اولش هم خیلی ناامید بودن و سخت بهشون میگذشت و اینا ولی بالاخره الانم زیرگیر شدن این برام الان نه دیگه فرنگی نمیتونی زیر بگیر. خطاه. بگیری خطاه چی میگیری کمر به بالا رو میگیرن آره فرنگی کمر به بالا دیگه ولی توی کمر به بالا هم خوب شد و سری توی سرها درآورد آورد در گریه می بعد اونجا آقای هوشنگ یاد گرفتن که ممکنه که زندگی سر شماها یه بلاهایی بیاره یا یه مسیرای جلو پاتون بذاره که لزوما خواسته شما نبوده ولی اینکه شما بتونید دلیل پیدا کنید برای ادامه دادن اون مسیر راه خودتون رو پیدا میکنید ممکنه حتی علاقمند هم بشید به اینو اوشنگ اونجا یاد گرفت قبل اینکه حالا وارد جزئیات این اپیزود بشیم یه ذره بیایم از بدبیاری هایی که اخیراً آوردیم صحبت کنیم یه ذره فکر کنید حالا تا من مورد خودم رو میگم یکی اینکه هفته پیش من یهو گوشیم تصمیم گرفتش که بره آنتنش یهو رفت یعنی من با بره. سلطان سپر و جتی صحبت کردم یه رو بعدش یهو دیگه آنتن گوشی من رفت و این دیگه بر نمیگشت ویروس های سپر <صحیح> آره بعد من جود... بعد هیچ اتفاقی هم نیفتاد یعنی <صحیح> 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 مثلا گوشی میافتاد زمین من خوشحال میشدم که افتاد زمین و خراب شد بعد سه سال و نیم یه اصلا تو ماشین بود تصمیم گرفت که کار نکنه بعد اون شب ایمانم هم داشت میومد میشه من ندم سیم کارت ایمانو گذاشتم تو گوشی خودم سیم کارت خودم رو گذاشتم تو گوشی ایمان فهمیدیم سیم کارت سالمه گوشی کار نمیکنه و <تصفح> بردم یه جا نشون دادم گفتن که مادر بردش خراب شده به فلان دلیل بعد خود اپل استور نبردی یا خود اپل استور اپل استور که درجه وقت نمیده <تصفح> <applause> خواستم سریع چیز کنم بعد الان جایی میده یعنی چه کردی نه نه, باقوه نه, نه, نه در باقوه 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 <تصح> بعد گفتم مادر بردش خرابه مثلا فردا باید بیاری تکنسیانه ما ببینه میشه کار کنه یعنی یه ویدیوی هم من دیدم یا آقایی بود خیلی بال بود کلی توضیح داد و کل گوشی رو باز کرده بود و نشون میداد که مثلا این رزیستنسش رو مقاومت جای مختلفش رو میگیره بعد میفهمید کجا شورت سیرکت شده مدار کوتاه شده اتصالی داده و اینا بعد یه حالت اگه اتفاق بیفته چون این چیپ هاشون هم انکریپتده اصلا باید گوشی رو عوض کنی هیچ کاریش نمیشه کرد من فکر کردم این اتفاق افتاده که آقای برهادی تی به من دادن یه اموجی داشت میفرستاد من نمیدیدم این علامت ساد میومد نمفهوم <تصفح> بود آره بعد من حد زدم که خب من iOS احتمالا اپدیت نشده اومدم اپدیت کنم اینو دانلود میکرد بعد میخواست اپدیت کنه میگفتش یه اینترنت نداری که اینو آپدیت کنی و اگه اینترنت نداشتم که تو چه جوری اینو دانلود کردی خلاص <تصفح> <تصفح> هر کاری میکردم نمیشد دیگه آخر بس کردم گوشی رو به کامپیوتر بعد از طریق کامپیوتر اینو آپدیت کردم و درست شد حتی یه دورم روشن کردم کار نکرد و اون تیری که همیشگی کار کرد این کار تو یه فوتی من کردم دوباره گذاشتم و دیگه درست شد تو خود گوشن فوت کردی آره توشو. آره تو شو خودش رو اینا گذاشتم بالاخره درست چقدر طول کشید این پروسه از لحظه ای که فهمیدی تا فیکسش دو روز دو روز گوشی نداشتی آره یه شنبه صبح بود دو شنبه صبح درستش کردم آیوسه چقدر قدیمی بود یعنی 14 خورده ای بود الان چند 15 خورده اومده سه دونه. آره یه نه. یا اصلا من اسم میگم یه وقته مثلا اینا از قصد این کار میکنن چون گوشی قدیمیه امه. یه جوری تو رو مجبور کنه بری مثلا دیگه عوض کنی دیگه ولی بابا یه نه مثلا ایروری بده یه چیزی به من بگو خیلی رندوم آره این یه بد بیاری بعد یه دونه دیگه هم براتون بگم بعد دیگه شما آماده باره. باشید که مثلا خودتون بزنید ایران که بودم من داشتم میرفتم دانشگاه و موقع من یه پراید آبی داشتم به ملقب به میمنت بود اینو دوستان میمنت بودیم. آره دوستان میمنت خطاب میکردن بعد همینجوری این صندوق بله یا هازبک <تصفح> <تصفح> <لد> نه هازبک نه صندوق <تصفح> بعد از اکواتان که به سمت اونور میرفتیم به سمت غرب این اتوبان تهران کرج از جای شیخ فضل الله یه جلوتر من دیدم اینا تصمیم گرفتم وایسن تو اتوبان آدما من رو گذاشتم رو ترمز و خودروی ملی من مثلا یه خط ترمز از آپادانا کشیدم تا خروجی <applause> <applause> شیخ فضل به ترشت این وای نستاد آخر من اینجوری از پشت رفتم توی ماشین جلوی آره خودم و اون به فنا رفتیم میمنت آره بعد چیز اون لحظه های که آدم از این بد بیاری یا میاره همش به این فکر میکنه چقدر اتفاق تصادفی باید همزمان بیفته یعنی مثلا تو داری تو اتوبان با سرعت 100 120 میری یهو یه به یه دلیلی حالا ماشین جلوی تو سر میکنه دست میگه ایست کامل بکنه <applause> یعنی سرعتش هم کم کامل وایستاده بودن اینا بعد ماشین تو هم ترمز نمیگیره <applause> به هر دلیلی این فقط خط ترمز می‌کشی بعد فکر میکنی که چه اگه تو یه دقیقه دیرتر رو افتاده بودی یه دقیقه زودتر را افتاده بودی میگه چندین و چند تا اتفاق تصادفی باید همزمان بیفته که تو اون بد بیاری اون لحظه ها رو داشته باشی دیگه شروع کنی به خود تو زمین و زمان بهش میگن چی بهش میگن بهش سویس چیز ما رو اتفاق آره. میگن که مثلا توی سوئیس بلای ها هاپیما یا اینا میگن که پروتکل مختلفی هست که یه دونه مثلا فاجعه رو جلوشو بگیره <متحد> مثلا چیزای مختلفی گذاشتن و فکر کن که مثلا یه نوره تو بندازی از توی یه دونه این سوئیس چیز این راست که توش کلی سوراخ داره تاموجری آره از این ور بر بخواد بره اون ور خیلی از این چیزا با هم یه لاین اپ بشه تا اتفاق بیفته آره وقتی این بعد بیاری یا میاری قشنگ همه اینا همزمان لاین اپ آره بفرمایید منم بعد بیاریم تصادفیه میخواین شما, ب... بیاری یا... <applause> شما, <applause> شما یه بعد بیاری دیگه بگین یا شما یه مدل دیگه من چیزی که دا... همیشه بهش توجه میکنم اینا حالا نمیدونم چرا امروز گیر دادیم به فرودگاه و هواپیما اینا وقتی میریم فرودگاه حالا اگه کسی رو ببرم برسونم یا خودم برم سفر کنم اون لحظه هست که میخوایی چم دونا رو بدی اصولا یه یه باجه هست اونجا چند نفر کار میکنم واسه اون ایرلاین میتونی حالا شانسته که دیگه به کی بیافتی. بعد تو این لاین که وایسادی من اصولا نگاه میکنم به این آدما چون ما همیشه یه ذره اضافه رو داریم اون استرس ها رو داریم که ببینم آقا اینا کدومشون یه کمی عصبانی ترن کدومشون شلن مثلا میتونی بفهمی دیگه وقتی که نزدیکی بعد اخیرا که اون دوستمون ایمانو برده بودیم همین طوری شده بود که من داشتم آنالیز می‌کردم که اگه مثلا به فلانی بیفتیم اوکیه قضاوت داشتم میکنم البته بعد نشد و به یکی دیگه افتادیم اون موقع اون حس داشتم که البته اینی که تو میگی حالا فکر کنم در مورد اینکه چرا اینجوری شد و اینا نه ام... آره چرا فکر کردم فکر کردم که مثلا جلوی ما یه کمی اه... یا اون نفر قبلی یه ذره دیر ده... از تو پارکینگ لفتش داد دا. مثلا چمدونش رو دیر گذاشت بالا این اتفاق افتاد که ما الان افتادیم به این بده. دا... آره راست میگه این حالا یه مثال بود که یادم اومد از اخیر بگو فراد بگو, تصادف من... نه گفتم حالا یه ولی بینش بشه اینجا قرار تصادف کنه قرار تصادف کنه ای بابا منم حالا تصادف هم گفتم چند هفته پیش ولی جزیاتش زیاد نگفتم چون حالا ادار بیمه من گفته بود به کسی نگو مسخره بازی یه خیابون سلاینه بود ما داشتیم می... یعنی من داشتم میرفتم من تو لاین چپ چپ بودم یه کامیون بزرگ سفید رنگ وسط لاین وایساده بود یعنی وسط خیابون وایساده بود تو لاین تو تو لاین من آره رو به روی من معلوم بود که خراب شده به اون چرا خطراش رو روشن کرده بود و همه ماشینا دونه دونه راهنما میزدن میمدن سمت راستش به قولی سبقت میگرفتن و رد میشدن میرفتن منم هم همین رو داشتم میکردم دیگه یعنی منم رسیدم بهش راهنما زدم اومدم برم بعد من بعد دقیقاً همین چهارراهی که بعد این کامیون بود و میپیچیدم سمت چپ یعنی خب ناچارم بعد دوباره برمیگشتم تو همون لاینی که بودم و کنار این کامیونه که رسیدم دیدم که یارو اون راننده مستاصل بود پشت گوشیش بود و ماشینش هم خاموش بود این شیش هم پایین بود میفهمیدم که خب ماشینش خاموش و اون صدای کامیونو رو نمیداد و یه نگاهی باش کردم فهمیدم که قصد رو افتادن نداره هنوز همون چرا خطراش روشن بود من اومدم راهنماو بزنم و ورود کردم به اون لاین یعنی مثلا یه سوم ماشین من تو اون لاین بود این یهو ماشینش روشن شد یعنی استارت زد و گاز داد و اومد وسط یعنی اومد زد به گلگیر ماشین من و اصلا گیر افتادیم دیگه اینقدر بزرگ بود اینا کامل سمت چپ ماشین من رو چیز کرد بلاک کرد و منم چیزم دیگه از کلاستروفوبیا دارم یعنی از محیط های تنگ و بفهمم که یه جایی نمیتونم ازش در بیام خیلی پنیکی بد میکنم اصلا یه اوضاعی شده و میخواستم خودم آروم کنم فلان اینا حالا اون محیط تنگ بود چون میدونستم از ماشین نمیتونم در بیام اوه. آره اوه. سمت چپ و کامل بلاک کرده بود اومده بود به،, به ذهنم نمیرسید که خب درای سمت راستم هست میتونم برم اون بر. اون لحظه چی قفل شده بود بعد این خب گذشت و ما دیگه اومدیم پایین عکس اینا گرفتیم از تصادف و رفتیم ولی خب راننده هم مثلا این سری حالش خوب نبود سری مشکلاتی داشته سری رانندگی بعدی میکرد بعدش و اینا من به پلیس خبر دادم پلیس اومد و رفت گرفتش و اینا ولی بعدش که حالا این که گذشت من رفتم تو پروسه اینکه بخوام از به قولی به اداره بیمه بگم چه اتفاق افتاده و بعدا بخوام خسارت بدم یا بگیرم ماشینم تعمیر بشه و اینا خیلی پروسه فرسایشی بود مثلا طرف عجیب غریبی میزدن اصلا خیلی عجیب شد آخرم منو به حد زیادی مقصر دونستن حالا طبق قانونی که هست منم یه تاله توی پروس توی برهه بودم اصلا نت... نتونستم پیگیری اینا بکنم یا حتی اپیل بکنم اپیل میشه تجدید نظر آره درخواست تجدید نظر بدم بعد اینی که تو میگید همش بود دیگه من میگفتم آقا خب حالا تو یه خورده دیگه پشت سر این کامیونه وای میسادی یا اومدی تو این لاین وسطی همینو مستقیم میرفت چه الزامی بود همون لحظه به پیچی جلو اون بری اصلا تو هم پیچید اون چرا همون لحظه روشن شد اومد ا... اینو که اصلا تو کتم هم هنوزم هم نمیره یعنی حالا این نیمچه در بوده که... کامیون نه کامیون ای سوزو که برقی نیست این قارقارشو اصلا چرا نه اونو قضاوت میکنه ولی اصلا همش داشتم خودم رو سرزنش میکردم و اینا تو ذهن خودم بود که این اتفاق راحت میتونست نیفته این هزینه رو دست من نذاره اون حالا مدتی که ماشینم تو تعمیرگاه بود حالا همه همه این داستانه بعدش دیگه ولی خب دیگه به ایمان یه نکته خوبی یه جایش گفت چی گفتم؟ گفت مشکلی که با پول حل میشه رو نام بابا میگه خب تو به من اون آره. آره. بگو من الان واقعا حضور ذهن آنچنانی ندارم اگه یه آدم اومد بهت میگم برو تصادف ماشین خودت بگو خب دیگه اونم اون که دیگه سگمنت رفتیم در موردش آقا چون من اینجا نوشتم براتون شما گفتگو با ها نه تصادف ماشین فرماده ایمان آره حساب کرده بود آره حالا داستان اینه هوشنگ جان یه سگی داشتن به اسم نووا درسته بعد یه روز رفته بودن بیرون با سگ میدویدن و اینا تو پارک بعد یه لحظه بوده که این قلاده توی دست آقای هوشنگ شل بوده خیلی نگرفته بوده همون لحظه یه خرگوشی هم میپره از چمن بیرون هوشنگ جان کجا زندگی میکنه جای خوبی بوده جای بعد یه خرگوشی میپره بیرون و این سگه چیز میشه آقای نواد. میفته دنبال خرگوش این قلاده از دست هوشنگ در میره سگ شروع میکنه سری دویدن و, و هوشنگ هم هرچی میدوه به سگ نمیرسه سگ بود و صاحب بود آره سگ میفته دنبال خرگوش سگ خرگوش که نمیگیره هوشنگم هم سگ نمیگیره سگ گم میشه آره بعد این هوشنگ خیلی مدت حالش بد بوده که چقدر بد شانس نه نه برو چقدر بدشانس بوده که دقیقا همون لحظه ای که این قلاده تو دست شل بوده یه خرگوشی پریده بیرون و این از دستش در رفته نتونسته سگ رو کنترل کنه دیگه حالش بعد میره در دیوار از این برگاه میکوبه که سگمون گم شده و اگه کسی میدونه بیاد به ما بگه بعد یه روز زنگ در خونه هوشنگ زده میشه یه خانومی میان به اسم میمنت سگ رو با خودشون میارن نووا رو پیدا کرده بودن میارن بعد هوشن کلی خوشحال میشه که بالاخره سگ مثلا بعد چند هفته قیافه ای ما خیلی جالب یه جوری نگاه میکنه نه منتظرم که دعوت کنم بیان تو میمن آره فکراتون جای دیگه باشه بعد خیلی خوشحال میشه و با این خانم صحبت میکنه و اینا داستان خوب پیش میره خوندمت خب آره بعد اینا مثلا با هم کمیستری داشتن و خیلی شروع میکنن دیت کردن و این سه شیمی با هم شده بودن بله خیلی همه چیز خوب پیش میره شیمیشون به هم میخورده بعد آره خوب پیش میره داستان داشته جدی میشد و اینا بعد یهو این وسط میمنت هم نگران میشه میگه که هوشنگ تو مثلا همه جا گفته بودی که تو چه غیر بد بدن دوست داری مثلا من همون اونجوری نیستم بهوش انگلش میگه که نه شما نگران نباش هر گلی یه بویی داره بعضی بوها ماندگارترن اینو راضی میکنه و خیلی قضیه خوب پیش میره بعد میماند دعوت میکنه هوشنگ رو که بره پدر مادرش رو ببینه هوشنگ بعد هوشنگ تو راه که داشت رانندگی میکرده میرفته توی یه چهار راهی که میخواسته رد شه از این ور یه دونه تریلی کامیون میاد میزنه از بغل به هوشنگ و هوشنگ کارش به بیمارستان میکشه این و ایناش میبینه باز میشه اینا بعد هوشنگ همش به این فکر میکنه که عجب شانس بدی دارم یه خرگوش باعث شد که من بیاد کارم به بیمارستان بکشه و الان بعد زمین اینجوری میبرن سی تی اسکن انجام میدن و دکتر میاد پیش هوشنگ میپرسه که چطوری هم میگه بد می نیست <تصفح> <تصفح> آره بعد ازش میپرسه که آره میپرسه که میگه که من دو تا خبر دارم یکیش خوبه یکیش بده بودمشو بگم خب. بعد رو بگو که ما مغز شما رو کسکن کردیم یه توموری توش پیدا کردیم ام. این خبر بده است بگو خبر خوب چیه میگه که این توموره ربطی به تصادف تو نداره تو از تصادف جون سالم بدار بودی هیچ مشکلی نبوده ولی این توموره از این تومور هاست که آدما ها وقتی متوجه میشن که خیلی دیره <متصفيق> <متصفيق> مثلا یه عضی از بدنشون از کار رو افتاده اون موقع دیگه کارش نمیشه که خیلی بدخیمه ما الان زود سیتی اسکن کردیم این الان خوشخیمه خیلی راحت ما میتونیم عمل کنیم و این رو در بیاریم <متصفيق> عمل میکنن و در میارن و گوشنگ حالش خوب میشه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد این داستان رو که من ننوشتم قطعا یه داستان معروفیه بهش میگن The Nova Effect اینو ما خیلی محسن نامجووار یه دستی توش بردیم مثلا ما خودمون نوشتیم ولی اصلا مال خودمون نبود به این میگن نوا افکت چیه میگه که زندگی یه زنجیره از اتفاقات علت و معلوله یه علتی هم. هست یه معلولی اتفاق میفته بعد هر چیز کوچیک و بزرگی که برای ما اتفاق میفته یه علتی داشته این میشه معلولش این معلوله خودش میتونه علت اتفاق بعدی باشه و در واقع گستره این زندگی به طول عمر ماه از همون لحظه یک که زندگی ما شروع شده تا لحظه که از بین میریم زنجیره از علت و معلول ها پشت هم اتفاق میافته مثلا علت تصادف فرهاد این بودش که اون لحظه فرهاد تصمیم گرفت به پیش چپ و اون کامیون هم تصمیم گرفت که شروع به حرکت کنه این شد علت معلول میشه اون تصادف حالا این معلول که این تصادفه خودش علت یه سری اتفاق دیگه است فرهاد زنگ میزنه با بیمه صحبت میکنه فرهاد میاد توی اپیزود راجع بهش صحبت میکنه فراد احتمالا با چند نفر دیگه راجع بهش صحبت فراد دهن عمر سرویس میکنه فرهاد, ده سلی سلی سلی. فرهاد فقط در مورد این صحبت میکنه با اینکه بیمه گفته بود صحبت نکنه آه. و از اونجایی که گفتم این زنجیره علت و معلول به در واقع به پهنای طول عمر شما گسترش پیدا کرده میگه ما هیچ راهی نخواهیم داشت که بدونیم یه اتفاق یا تجربه در زندگی ما در آینده علت یه تجربه مثبت میشه یا منفی توی این داستان هوشنگ اون خرگوشه اول باعث اتفاق منفی شد علت یه اتفاق منفی بود که سگش گم شد بعد علت یه اتفاق مثبت شد میمنت تو دید دیدن اون دوباره علت یه اتفاق منفی شد تصادف کرد تصادفه علت یه اتفاق مثبت بود یه توماری رو پیدا کرد که اگه دیر می‌شد این جونش رو از دست می‌داد ولی باعث شد که تصادفی اون رو پیدا کنه این زنجیره این اتفاقات خوب و مدام تکرار میشه مدام تکرار میشه و میگه که ما تا زمانی که بمیریم هیچ راهی نداریم بدونیم که یه اتفاق ناگوار و بعدی که الان برای ما افتاده آیا در آینده علت یه اتفاق مطلوب میشه یا نه؟, نه و برعکسش یه اتفاقی که الان, برای ما خیلی مطلوب و خوش آینده آیا در آینده هم همینجوری هست یا علت یه سری اتفاقات بدتر میشه شما فرض کنید شما الان یه کاری رو گرفتید خیلی خوشحالید که مثلا از اینترویو رد شدید و کار رو گرفتید و اینا بعد فرض کنید میرید محیط کار خیلی استرس داره آدمای دور و خیلی بدن شما به آدم مضطربی تبدیل میشید بعد برید مثلا به خودتون رسیدگی کنید دعوا درمون که کنید آخرام تصمیمی که از کار بیای بیرون چیزی که یه جای مثبت بود در آینده برای شما ممکنه که منفی باشه یا از اون ورش فرض کنید چون وارد یه رابطه میشه خیلی سخت دردناک اذیت میشی هر لحظه که مثلا از توش بیای بیرون ولی اگه مثلا بمونی و بسازیش ممکنه در آینده به چیز مثبتی تبدیل شه که اگه از اول تو کانفرنس زونت بودی به اون تبدیل نمیشد این خیلی چیز کرد هیت کرد خب من اینجا متوجه نشدم الان میخواستی بگی که مثلا زود تصمیم نگیریم در مورد اتفاقی که میفته یا اینکه چیزی نمیخواستیم بگیم میخواستیم بگیم این سنجیره علت و معلول ابد هست و شما هیچ راهی نداری که بدونی تجربه ای که الان میکنی مثبت یا منفیه چون اگه الان منفی باشه میتونه در آینده به چیز مثبت تبدیل شه میتونه به چیز منفی تبدیل شه اگه الان مثبته میتونه منفی باشه آینده میتونه همچنان مثبت نمیدونی هیچ راهی نداره و تا لحظه آخر عمرت این داستانه با تو میاد تو اون داستان هوشنگ اون کشتیگیر بود آزاد دوست داشت به زور فرستادنش فرنگی ودی، یه جایی شد مثلا کشتی فرنگی شد رشته رایج دنیا ادو <applause> شود زواب خیر اون اون لحظه نمیدونست ولی در آینده این اتفاق براش افتاد و داستان اینه که ما هیچ کنترلی نداریم روی اینکه کی به دنیا میایم کجا به دنیا میایم با چه ویژگیهایی به دنیا میایم از اون روی یه عالم اتفاقاتی که توی زندگی ما خیلی تاثیر عمیقی میتونه بذاره هم هیچ کنترلی نداریم مثلا کرونا دو سال خورده ی همه درگیرشون افتادیم توش کوچکترین کنترلی ما روی این قضیه نداشتیم دیگه براتون بگم توی این آدمی هم که الان شدیم هم خیلی کمتر از چیزی که فکرشو بکنیم ما کنترل داشتیم میگم با یه سری ویژگی ها ما زاده شدیم با یه سری فرهنگ طرز تفکر اومدیم جلو اونقدی تاثیر نداریم واقعا توی هیچ کدوم اینا زنجیره علت معلول پشت سر همه که اتفاق افتاده و ما توی خب. این بازیه این تو نوع اتفاق افتادن این حالا علت و معلولات میتونیم به این نوع تاثیر ولی میگی بازم تو اسکیل بزرگش اونقدر تو نوعش قطعا میتونه این اصلا معنیش این نیستش که شما مثلا بشینی بگی خب همه اصلاً, اصلا این نیست داستان اینه که نمیدونیم چیه <تصفح> نمیدونیم الان مثلا ناراحتی این ناراحتی فردا بده ناراحتی فردا خوبه این فشار چه جوریه اینا رو نمیدونیم یه زنجیره پشت سر همیه که این معلول فردا علته و شل کنی لذت دارین دیگه آره این دقیقا قرابت معنایی با همین اصطلاح بسیار زیبای فارسی داره که شل کنید و لذت حالا فرزاد دارک دیده اون میدونه بله اینا توی اون دنیا همش تلاش میکردن که بفهمن چه خبره چه جوری کار میکنه و 99 درصد اشتباه بودن آخرش یکیشون فهمید و به همشون هی میگفت هنوز تو نمیدونی این بازی چه جوری انجام میشه ما هم همینیم هی زور بزنیم هی تلاش کنیم یهو یه پندمیک میشه تمام شد رفت اصلا کلا زندگیت ممکنه زیر و رو بشه چقدر الان آدم هست به خاطر پندمیک اصلا شغلش رو عوض کرده خیلی هم ممکنه موفق شده باشه رابطش عوض کرد هزار تا کار دیگه کرد و خب ما روی این قضیه کنترلی نداشتیم هیچ وقت هم نداریم یه زنجیره یه علت و معلولیه حالا اینو جاهای دیگه مثلا به عنوان اون اثر پروانه بادرفلای افکت مثلا مهم. مشابه اینه همین دقیقا نووا افکت نیست ولی مشابه اینه آره این تصمیمات کوچیک و بزرگی که ما میگیریم ممکنه تو بلند مدت خیلی تاثیرات شگرفی داشته باشه که ما توی اون لحظه بهش آگاهی نداریم مثلا شما فرض کنید که تصمیم بگیری روزی مثلا کافی تو یکیشو کم کنی اگه دو تا از اینا داری میخوری این اون لحظه یه تصمیم خیلی ساده کوچیک ممکنه باشه ولی ممکنه تو بلند مدت خیلی تاثیر بذاره یا حالا مثال کلیشه ایه ولی خیلی واقعیه من خودم که میخوندم برام جالب بود خیلی چیز ساده ای هم هست شاید برای همه هم جالب باشه میگه بفهمه. شما فرض کنید تصمیم بگی که روزی نیم ساعت کتاب بخونی سی دقیقه فقط بعد توی اون سی دقیقه مثلا اکثر آدم ها میگه ده صفحه کتاب رو میخونن این باعث میشه که تو سالی 18 تا مثلا کتاب اوریج 200 صفحه یا تونسته باشی بخونی بعد فرض کنیم مثلا از اول پندمیک تا و 36 تا کتاب خونده بودیم که نخوندیم هیچ کدوم همون فرق میکرد احتمالا و این آدم نمیفهمه روزی نیم ساعت ما چقدر مدبانه شو نمیشه توی رزیز گوشی کرد. چیز میکنیم آره چرخ می‌زنی چرخه آره خب نیم ساعت واقعا هیچی نیست اون نیم ساعت هر مثلا اگه انجام می... هیچ کدوم ندادی و اصلا بحثی نیست ولی میگم یه کار کوچیکه ولی یه تاثیر خیلی بزرگی میتونه داشته باشه یه هم. تصمیم اون براش هم هست اینکه ما تصمیم میگیریم توی این گوشیه باشیم یه بازی یه تصمیم کوچیک اون لحظه میگه اون مثلا خسته مثلا گوره باباش بزارم. من مثلاً... که بعضی وقتا اصلا به خودم میام تصمیمم نبوده تو گوشی باشم رو عادت هست اصلا همین دست گرفتی تصمیمه این خودش تصمیمه آره ولی دل... حسیب بودن خودش تصمیمه میگه اون لحظه میگی بابا این حالا یه روزه هیچی نمیشه ولی نگاه که میکنیم این اوه توی بودن مدت دیگه چی بگم خیلی دیگه تاثیر داره ولی باز با <laughs> یه لحظه شدی بابا که مستحصل میشه دیگه چی بگم <تصفح> خیلی بده خیلی نه نکنی نه او تو مثاله نه یه لحظه مستحصل شد منم اونو جالب. از کردم این کتابه که گفت منو درد آورد چون من یه کیندل خریدم تو بیایت دیگه کیندل خریدم و خیلی زوق داشتم واسه شو اینا هنوز هم دارم ها ولی همچین پلنی تو ذهنم بود ولی نشد خ... من یکی از چیزهایی که هر روز خودم به خاطر سرزنش میکنم میدونم خوب نیست و اینا این این قضیه کم کتاب خوندن و کتاب نخوندنه واقعا ناراحتم ناراحته ایشالا درست میشه ولی فکر میکردم که انتظاره که ما رو پشت ما ایرانی ها رو چی؟ ما همیشه منتظریم خودم میگم نه یه فردای قشنگتری بیاد این فرهنگ انتظ این بده و هیچ وقت نه, نه آخه من مشکل بزنی. منتظر چیز خوبی هم نیستم یعنی سال, سی سال دیگم نمیاد سی سال دیگه هم نمیاد سی سال سوم میاد سی سال سوم چشم هم زنی مردیدش هر زدی چیزی میخواست بگه ما نه اون مثالی که گفتی که اگه سیده دقیقه رو برای خودمون بذاریم و حالا توی دراز مدت اینو خب تو باید لحن مثبت تو ذهن ما هم همه چیز مثبتی بود ولی روی اون تعریفی که کردی که واقعا نمیدونیم چی میشه شاید تو توی یک سال 18 تا کتاب بخونی ولی شاید کتابایی باشه که تو رو بندازه توی راه بد یا مثلا یه مثال دیگه اومد تو تو سعی کنی هر روز ورزشتو رو بکنی بهترین غذا رو بخوری اینا ولی خودت گفتی کنترل نداری نمیدونی تو بدنت یهو یه تومور زد و تموم شده رفتی ولی جالب نمید. بود کلا آره داستان همینه یه زنجیره یه علت و که ما هیچ راهی نداریم بفهمیم تا لحظه مرگمون اون موقع دیگه میفهمیم من به آخرش که رسیدی خیلی بیشتر باش همزاد پنداری کردم چون که من دانشگاه که تموم شد اینا همش تو این بودم که حالا چند بارم راجعه صحبت کردم تو اپیزودهای مختلف اینکه چرا اصلا چرا من رفتم دانشگاه میتونستم اصلا کار دیگه بکنم و اینا ولی من اخیرا مثلا پنجشیش 6 ماه که دارم مثلا این روند و این پروسه که طی شده تا به امروز رسیدم میبینم میبینم که اینجایی که اصلا خب نسبتا راضیم ازش خوشحالم به خاطرش و باید دقیقا همه اون اتفاقا می من میرفتم دانشگاه من چند تا شغل عوض میکردم ب... بیکار می شدم وسطش خیلی دوران دهن سرویسی رو تهیه می و خودم سرزنش می چیزی که <تصحنت> چ... چی؟ دهان سرویس اسم خیلی فیلتر شده بود. فیلتر. دهنم. بعد خب تو اون دوران میگفتم که خب پس این از دانشگاه رفتن است این مثلا حالا به عنوان مثال میگم مثلا این از جهت داده شده بود از سمت مثلا خانواده که برو دانشگاه این مثلا انتظار جامعه بود که من مثلا فلان درس رو بخونم اینا ولی خب میبینم که اگه تقریبا یک کدوم اتفاقا نمی افتاد. من به اینجایی که امروز هستم اصلا امکان نداشت باشم این خ... تم شد آره چون خیلی گذار <تصفح> نه،, نه خیلی, این خیلی دقیقا سگنج. همین زنجیره <تصفح> علت و معلولی خیلی قشنگ بود چون مثلا یه بازه یک ماهه شد که اوضاع خیلی بد بود و اون یک ماه مثلا تو پنج سال پیش باعث مثلا اتفاقات الانه چهار سال پیش این خیلی حرف قشنگی دوباره این چیزی که من میگم فرزاد میفهمه فقط چون من یه ارتباط عجیب و فرض فقط وایب مثبت به هم میدیم <applause> این داستان دقیقا دارک حالا اونجا هم همین این زنجیره علت و معلول اونجا خیلی قشنگ نشون میدادن به خاطر اینکه اینا در آینده توی یه نقطه ای باشن که یه کاری رو انجام بدن مجبور بودن تمام اتفاقات گذشته رو عین قدیم تکرار کنن که اگر یکیش تغییر کنه دیگه اینا اونجا نخواهند بود در آینده و این اتفاقات گذشته میتونه وحشتناک و دردناک باشه عشقش رو مجبوره بکشه بچه یکی رو مجبوره گمگور کنه که اگه هر کدوم اون زنجیره علت و معلولی انجام نمیشد اینا توی اون لحظه اونجا نبودن این مثلا حالا این پارادوکس چیز فیزیک کلاسیک فرض کنید ماشین زمانی وجود داشته باشه شما بتونید برید گذشته بعد تو پاشی بری گذشته به در تو ببینی بکشیش چی میشه تو نیستی دیگه ماشین زمانی دیگه نیست. تو نیستی, توی وجود نخواهی داشت آه. که اصلا بری بکشیش و این پارادوکسه این مثلا فیزیک کلاسیک میگم که اگه رفتیم به در آره این مادر <applause> این چیزه این اون زنجیره علت و معلولی رو مثلا توی فیزیک کلاسیک اونجوری اون توضیح داده نمیشه حالا مثلا میگن کوانتوم و فلانه. اینش خیلی مهم نیست مهم همین چیزی که فراد میگه یا یا عالم اتفاق بعد تجربه دردناک براش پیش اومد و که باعث شد مثلا جایی باشه که الان میگه که من رضایت دارم و هر کدوم اون مدل دیگه اتفاق میافتاد م. ممکن بود الان اینجا نباشه این خیلی جالبه و ما هیچ کدوم هنوز نمیدونیم این بازی چه جوری انجام میشه بازی زندگی پنج تا خانواده اینا من چه کنترل واقعا پنج نفر خانواده نیستم پنج نفر شخص من واقعا لذت بردم اگه چیز نداریم این که بحث تموم شد ولی یه بگم. مطلب با راجع این اتفاق تصادفی نکی که میفته نه تصادف وحشت ات... یه عالمه اتفاق تصادفی باید بیفته که مثلا یه خروجی بدادن باورش نمیشه من اینجا اون چند سال پیش جیم می رفتم بعد اینجا توی اون قفسه و اینا شما یه قفلی میزنی به در جیم این قفلا عدد داره این مثلا این گاف سه بار راست به چرخون بذار روی چیزی فلان آه. من رفتم سر کمد خودم و این قفله رو زدم و کمد باز شد بعد دیدم وسایل توش وسایل من نیست واسه بس هم موندم چی شد یکی برداشت دوزید قفل منم دوباره زد نمیشه که فلان اینا بعد فهمیدم این کمد کناریم بود هنوز کمد من اونور بود و من همون رمز رو زدم توی کمد بغلی و باز شد و من هاج و واج موندم که ببین اصلا احتمال آماری اینکه که این اتفاق یعنی دو تا قفل با یه رمز باز شن که خیلی پایینه بعد اینو ضرب کنی تو اینکه اون آدمی که قفلش دقیقا رمزش با من یکیه بیا تموجیم بیاد همون جیم بیاد همون ساعت تا. و بیاد دقیقا کنار کمده من ام. این دیگه انتهای خودتون بود؟ آره قفل خودت میبری آه، خیلی آه، قفل خودت میبری من فکر کردم <تصفح> نه مثلا میذاری رو 25 آره، بعد سه آره. بار خونی چپ میذاری رو دو بعد مثلا شیش آره. بار میچرخونی رو سول میتت بوده دیگه بعد همونجا به شما رو میدادن اینجا من... اگه شما رفته بودی اینا رو بلد بودی من باورم نمی‌شد که همچین چیزی شدنیه آه. ولی شد دیگه این همه زنجیره اتفاقات تصادفی اینا انرژی هم هست سیویل بود نمیدونم آره کوای مردونه, مردونه بود آره شانس اینو <تصحب> <تصحب> خیلی عجیبه من, من یه نکته در مورد یعنی یاد یه حرفی افتادم که یکی زده بود گفتی که همیشه دنبال یه فردایی هستیم یه بار یه یه شخصی هست اینجا خیلی موفقه توی حوزه به ستارتاپ و این کارا چرا؟ ميگید؟ وقتی میگی که خیلی موفقه است <تصح> یادی یه سری از آدما میفتم خب آره <تصح> بعد خیلی آدم تکنیکال و اینا ها هست بعد من توی مهمونی دیدمش گفتم که باش صحبت اینا میکردم تحقیق کرده بودم حالا یه علاقه داشتم به برنامه نویسی یه سری کورس های آنلاین پیدا کرده بودم هم CS50 بود مال هاروارد بود بعضش ازش نظر میخواستم من میخوام شروع کنم علاقه اینا دارم این کورس ها رو پیدا کردم اینا میخوام مثلا این ترم هم که تموم شد یا کلا دانشگاهی تموم شد برم شروع کنم و اینا باید نگاهی به من کرد اینا گفت ببین هیچ موقع اون اون روزه نمیاد که تو بخوای شروع کنی اینو بهت بگم فرقی هم نداره این کورس ها رو اینو میگیری اونو میگیری فقط یکی شو انتخاب کنم یه همین یعنی فردا شروع کن و مطمئن باش که اون روزی نمیرسه که تو مثلا دیگه در درس دانشگاه تموم شده باشه که هیچ کاری دیگه نشه بشینی سر این خیلی اون تلنگر خوبی بود بله آره. اون درست. دو تا کامنت بخونیم یک ساعت شده اپیزودمون داد. خاک بر سرش. تالار <applause> دیدید ویدیو رو خیلی بال یه پیری میپرسن شوهرش ها تالار خدا از کست باکس این سری شروع کنیم بهار گفته تنها چیزی که امروز واقعا میتونه حال و هوای حواه... حال و هوا ما عوض کنه پادکست های شماست چرا چیکار چیکار میکنیم چی دارید میخوانیم شدیم دیگه در مورد اپیزود این... این میگم این دو تا که دارم میخونم 321 اپیزود کارون یا سمین گفته که خیلی به این حرفا نیاز داشتم ممنون از خودکست خیلی هم کامنت اومده بود میگفتن که مثلا الان توی این سن هستیم میگفتن والد ایرادگیری دارن که به که درون فرهاد همیشه تو موقعی که اسم دارین اسم شنونده سر صف که بودی قرآن میخوندن وطن نخت قرآن میخونه ببخش میگم خیلی ها کامنت اومده بود در مورد اپیزود کارون که گفته بودن خیلی خوب موقع این اپیزود اومده بود یا حالا اون شرایط که تو توش هستن خیلی خوش موقع بوده و بسیار زیباست <سؤال> میدینی که هیچ موقع خوبی وجود نداره یعنی هر موقع می اومد این موقع خوبی بود بهترین موقع خوب دیروزه هم. هم بهترین زمان شوره کار دیروزه نه به اوی من همین الان نه برای ما دیروزه ماشون دیروز سر با. کار <تصفح> ساره گفته من 35 سالمه چهار ماه پیش یکی گفت پس تو, تو ده دهه چهارم زندگیتی از اون روز از اون روز به بعد آدم سابق نشدم تولد مبارک دهه چهارم به دهه چهارم خوش اومدید این که میشه ده چهارم ده چه خبر به ما خیلی فرق داره خیلی عاقل و بالغ شدم جا و... افتادم شدی اصلا, این شاخی هم که از... توف نمیندازم تو <تصفح> دیگه در در سوم خودم اوه. خودت خیلی فرق کردم اصلا خوابت هم عوض شده بهتر شده خواب بود خوراک, خوراک. فور، فوریا گفته یعنی کارم باید بره تو کار تبلیغات ما هم به سریال وایر معتاد کرد من میگم که ایشون دوره دست آخره پادکست خودکست شما متوجه میشین همه اینا برن همه برنامه علت معلول دیگه بریم آقا دمتون گرم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکس توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم به ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضاها با ما مسج بزنید تا جایی که بتونیم جوابتون رو میدیم یا توی پادکست مطرح میکنیم ما میریم شنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافز, خدافز. 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 خدافز.